سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من امیر فرنو هستم و خیلی خوش اومد ببینیم بچه ها چه خبر، چی کار میواد دارم براتون تنشده بود. دیشب به خاطر لایو اینستا بچه ها نرسیدم ویدیو بذارم، گفتم بریم آقا ما این PS5 رو اوکیش کنیم. بچه ها گروه کشی داستان گروه کشی ما تموم شد. امروز آقا اومدم با یه ترفند فوق‌العاده مولایان. بچه ها ببینید، میخوام بهتون یاد بدم چجوری در همه شرایط وان شات کنید. یعنی میزنی اگه نه شات دو مدل داریم، یا مثلا سوار موتوری از روی موتور اینا میزنی. امروز خیلی زدیم از این شات ها، شات های باحالی هستن. خب و نینجا شات اینا بچه ها بحثش فرق داره. من منظورم با کاور شات، من منظورم با مثلا یوبری واسه سه نفره. خب اکثر اونا رو وان شات میکنه، خیلی هم اتفاقی فهمیدم. یعنی فکر نکنم یعنی مثلا شاید از هر 100 نفر شاید یه نفرم ندونه. یعنی من خب مثلا یارم بهم گفت، خب بچه ها میدیم گفت امین یه همچین قضیه، بعد اصلا نمیخواستم حتی تستش کنم چون واقعا عقلانی نبود برام. هیچ میگم رفتم تست کردم، گفتم پشمام بنازم. اش نگاه کن وقتی با موتور میت عصبی تیر بزنی، یه شات اینجا، دو شات این، نومیس سه شات و چهار شات. بودو برا خونتون ببینم داش همین اعصاب نداره. سراتین میخوام قشنگ به صورت لایو ببینید شما هم. یعنی مثلا من خودم صدای خودم میبندم اون قسمت ویدیو، اینکه مثلا یارم میاد اینو بهم میگه میرم میزنم بچو عجیب. یعنی یه نگاه کن از سر خیابون وان شات میکنه، روانی هم فهمیدی بچه. خیلی سطحش بالاست، حالا حتما ببینید تا آخر. یه روش نینجا شات هم گفتم، اگه نینجا شاتاتون بچه ها نمیخوره اونجوری بزنید اکثر نینجا شاتات وان تپ میشه و اینکه میس نمیدی. بچه من بعضی وقتا مثلا نینجا شات میزنم همینجوری خود به خود خیلی الکی و مثلا اینگار همینجوری میچی میگم میس میشه، ولی از این ضربات هم داریم. نگاه کن میریم اینجا مثلا زدم این نخورد، خب برگشتم پرم خواستم رو موتور بزنم، دنبال خنده بودم یارو زدم دوپس داش همینو با سط یکی کردن. ولی خدای نگاه کنید بچه‌ها، باید نفر جدو باید می‌بود. نگاه کن همه اسکوادا امروز چسبیده به هم، همه عصبی هم روانی هم. آقا اینجا رو ببینید، با موتور میشه کیل زد ولی خیلی باید مراقب باشید داخل ماشین نخورید بچه‌ها. میگم داخل ماشین، داخل موتور دوپس. همه کلن امروز کاستوم رون بچه‌ها همه اسکوادا چسبیده به هم بودن. ای من نیدم یه اسکواد مثلا باز بره، نکن دو تا شات بزنم بمیر دیگه، بی تربیت میای پایین. داخل موتور بچا بعضی وقتا دمیج میکنه، کلا در حین موتور در حین نینجا شات هیچ شاتگانی روش 100% نیست که بگی حتما دمیج میکنه. اونم یه ترفنده قضیه، یه پرک باید براتون اوکیش بکنم بدون داستان چیه. فقط برید نکن به حستون اطمینان کنید. داش همینا ببین دوپس آجی پرهام پرهایم کلا خیلی قشنگه. کلا یک مچ برید با رفیقتون آقا موتور بگیرید. ببین بچه‌ها فرست پرسن شاتا بهتر می‌خورن داخل نینجا شات. نگاه کن طرفو دیدم اونجا کم کرده بود، نینجا مو زدم قشنگ ایم میره روش دوپس. خیلی مولایی بچه‌ها شات کان زید فرست پرسن سعی تگم کنید. شات گذاشتمش استوری، سعی می‌کنم یکی دو تا بذارم چون خیلی بچه‌ها خوششون میاد وقتی شات‌های بقیه این می‌خواد مثلا کاور شات بزنه. نکن قبل از اینکه کاور شات بشی سعی کن کاور شاتتو بزنی داداش گلم. خدا بریم خونمون. درباره پلتفرمم که نگم دیگه، پلتفرم خدای بچه‌ها حال میده ولی انگار مثلا یه کوچولو بعضی وقتا مثلا شات ها دیگه مثل قدیم ریجستر نمیشه، نمیدونم دلیل چیه. مثلا قبلا این میخورد، حالا مثلا اینا رو میتونم بزنم، هنوزم کیل رو هوا به راهه. ولی خیلی نکات مهمتر داریم، بیشتر دارم سعی میکنم رو کیلای زمینی میگم، مثلا سولو اسکواد و اینا میخوام بهتون بگم چیکار کنید خیلی بهتر بزنید. ولی قبل از اینکه سیزن بره احتمالاً دوباره پلتفرم رو بچه‌ها حذف کنن، میخوام چیکار کنم براتون؟ یه ویدیو کامل بگیرم در حد 20 دقیقه 25 دقیقه فقط کیل هوا پلتفرم. نظرت به کوب لایک کن. خدای لایک به داش همین میرسه، اگه نمیرسه پس دوباره بزن روی صف. آقا امشب یعنی آلکاتراز هم حذف شد، ولی بچه‌ها چون این نکته دقیقاً همینجا اتفاق افتاد میخوام بهتون نشون بدم که قشنگ با همون صدا یعنی چون من به زور پرکو برداشتم. دادم آقا این مثلا این قضیه الان لوشم دادم، الان میبینید خودتون بچه یه پرک خاصه. خب یعنی بچه فقط یه مدل پرک اینجوریه، بقیه پرک ها همشون یه مشکل دارن، یعنی یه مقدار دیر پیدا میشه تو بازی، ولی پیدا کردی نگاه کن از سر خیابون وان تپ میکنی. ربطی به اتچمنتت نداره، به هیچ چی ربط نداره. اون حتما تست کنید بچه‌ها. لایو دیشب چقدر خندیدیم خدایی، خیلی حالات برنده ها مشخص شدن. پیسایی و فردا میخواییم واسه برنده بفرستیم و اینکه خلاصه همه چی عالی بود، نه اینکه پست باک شد. حالا خیلی دوست دارم دوباره یه گیوه دیگه بذاریم، خیلی مثلا دلم چی میخواد، دلم میخواد
چی بهش میگن، مثلا هر چند وقت یه بار بدون اسپانسر بچه خود ما اسپانسر نشد، هر چی بود از خودمون بود. خب مثلا خیلی مثلا خوشم میاد هر چند وقت یه بار یه همچین چیزی بذاریم بچه ها عشق بکنن، یعنی به شماها میرسه به مولا داداش همی. بریم آقا بریم کم کم بریم سر ترفند ببینم میخوام چیکار کنم. حتما تستش کنید بچه ها. بچه اگه با زبان بازی من مشکل دارید بنویسید که انگلیسیش کنم دوباره، خیلی قشنگه تنوع بال. میدید چی میگم؟ به من که حال داد داداشم. خب آقا کم کم بریم سر ترفند. بچه من داشتم شاتگان میزدم، هر کسو میزدم تقریبا فیکس دوتا شات میخواست، یعنی هر کیو مثلا میومد یه شات بهش میزدم آقا شات بعدی هم نیاز داشت. یه نفر از همین یارم ناکن شماره دو مهدی اسمشه اومد بیرون گفت امین بیا اینو تست کن. گفتم چشون بده ببینم. بچه ها تست کردم باور نکردن. بچه ها الان کلن گیم شده یا فنک یا شاتگان. خب الان اکثرا دارن یا SMG میزنن یا شاتگان. AK زن دیگه مثل قدیم نموند. بچه ها اگه بخوام بهتون حقیقت رو بگم، شاتگان واقعا وفا نداره. یعنی قلب من رو شکستی و منو تنها عشق تو دروغ بود. یعنی همچین چیزیه واقعا. بعضی وقتا وانشات میکنی، بعضی وقتا وانشاتت میکنه. الان کلن میگم شاتگان کلن فقط تیر میزنه. خب یعنی شاتگان تیر میزنه یا وانشات میکنه یا میره رو دو رو یاد کنید نهایتا در بدترین حالت روی دو شات میفته. خب اینجا رو مثلا ببین، شاتگان من بدون پرک یه شات میزنم وستش نمیشکنه، دو شات با سه شات میندازه. این شاتگان الان با آرمور 100 این داشمون رو با سه تا شات زد، یعنی کمتر از سه شات نه نگفت. ما دوباره میریم بالا میارم میشم این بالا ببینید نکنید هیچ پرکی نداره شاتگان. آرمورمو میذارم میذارم دونه دونه بیان نکن، کاورمو اینجا دارم کسی نمیتونه بهم راش بده. گانمو میگیرم میرم ببینم آقا میخوام چی کار بکنم. ببینید بچه‌ها بعضی وقتا وان شات اینو ببین اینجا نکن زدم وست شکست با دو شات خیلی شیک افتاد، دو شات قبوله. اینجا میستادم یه شات دان شد. خب خوبه این مثلا شاید آرمورش 100 بوده دان شد. بعضی وقتا هم وانشا چه کار بکنیم آقا؟ اکثر اوقات در 99% چون همیشه 100 نیست، بعضی وقتا باگ میشه. خب در اکثر اوقات بیشترین وانشات رو بکنیم. بچه ها لانگ برل طلایی به درد نمیخوره، لانگ برل طلایی رو بنداز دور. بچه ها پرکای خوب شاتگان لانگ برل و لانگ رنجن با فسیدیس به نظر من. خب ولی لانگ برل طلایی رو بنداز دور، آبی رو اصلا ننداز. حالا طلایی بازی ریلود میکنه، سبزش بد نیست ولی بچه ها لانگ برل اپیک فوق العاده است. از اینجا به بعد گوش بدید من ساکت میشم. برل اپیک رو بگیم برم بیادیم با خودم هم نظر من بهتر لانگ برل جنه خیلی خوب میزن. بچه همونطور که شنید آقا مهدی اومد به من گفت امین لانگ برل اپیک خیلی بهتر از لانگ برل لژند. رفتم تستش کنم بچه ها، داخل کاستوم هم زدم بعدم باش، واقعا فوق العاده است. چون اینجا دیالوگش مونده بود نمیخواستم اصلا داخل یه ویدیو دیگه، میخواستم اصلا ببینید. خب بریم شروع کنیم ببین چه جوری وان شات میکنه. هر شاتی میزنی بچه ها 100% وان شاته. دیدید بعضی وقتا خیلی شاتگانتون رو دوره مال لانگ برلش. نگاه کن فقط Yeah, drop is coming. من لانگ برل اپیک داشتم بعضی از تیرا هیت میشه من میشونم. یعنی بچه ها به طرز عجیبی با یه رنج خیلی بالا، یعنی مثلا رنج یعنی فاصله، با یه فاصله خیلی بالا. حالا مثلا نه بگی داشت همین من که معنی رنج رو میدونم، خیلی ها نمیدونن. سعی میکنم بعضی وقتا مثلا معنی ها رو بگم که کسی هم بند نیست یاد بگیره. خب این معنی نیست که دیگه میشه بهش میگه اصطلاحات گیم. بچه هر چی میزنی وان شات. خدای دن سرویس الان نینه زوم کاش میشه نه که باطل. آه وقتی میگم نید نرف شده یعنی این. اینجا بچه من داشتم قدم میزدم یا آرمور زدم صدا پا رو قشنگ گرفتم رفتم داخل میدم طرف من که میدونستم پدیر چون دیگه اون باگ نیست که کلن یه بات مونده باشه آخر بازی رو نشه هیچ کار. اینجا نه کن اینجا صدا پاش از روی سخت اومد. نید بچه ها به شدت ضعیف شده، یعنی این نید اگه من قبلا میزدم میشد یکی از بهترین نیدهای کل بازی. نه کن نید رو کشیدم اینجا گرفتم، میدونستم الان میخواد جامپ بزنه، نگه داشتم تایم بندی دقیق زدمش پشمام وست شکست اومد مستقیم رفت و طرف خواستم یه نایف بزنم بخندیم مرد داداشم. بچه امیدوارم لذت ببرید، حتما تست کنید لانگ برل اپیکو.
یه خورده دیر پیدا میشه، ولی در کد خیلی خفنه. خیلی دوستتون دارم بچه ها، خیلی خفنید، ما خودتون باشید، دوستتون دارم. فعلا ما بریم دیگه، ما بریم، بابای.